به نام خدا، به کارگاه آموزشی لرن‌فایند خوش آمدید. من علیرضا معدنی قصد دارم تا به شما در این آموزش نحوه تولید بارکد و استفاده از آن در ریپورت ویور رو آموزش بدم. اصلا میخوایم ببینیم بارکد چیه و چه کارهایی میشه باهاش کرد. بارکد یک استرینگه که ما، یعنی یه رشته است که ما به اون میدیم و اون تبدیلش میکنه به یک شکلی که حالا خیلی از شما دیدید، شکلی بارکد که با چشم بصری یعنی قابل فهم نیست و باید با دستگاهی مثل بارکد خوان یا با خود موبایل شما هم که اندروید اگه باشه، خب بارکد ریدرهای مختلفی هست براش، میتونید با اون بخونید که از اون میتونید تو نرم افزاری حسابداری یا نرم افزاری که کالا باش داری یا اصلا خیلی نرم افزاری که دیگه شناسنامه کار یا هر چیزی که به درتون میخوره میتونید استفاده کنید. قبل از هر چیزی من از کد نویسی زیاد میپرسم و خیلی از شرکت های مختلف دنیا اومدن تا ما رو از کد نوشتن خیلی زیاد پرهیز کنن که با فریم ورک های مختلفی که ارائه دادن این کار رو برای ما میسر کردن. فریم ورک های دات نت، فریمورک های انگولار جی اس، فریمورک های در هر زمینه، در هر زبان برنامه‌نویسی که ایجاد شده. حالا من میخوام یه پروژه ایجاد کنم که الان من ایجاد کردم از قبل به نام بارکد اپلیکیشن. بعد من باید توی این پروژه اون بارکد دی ال ال رو اد کنم که میام تو مسیر اوپن فولدر ام ویندوز اکسپلورر میزنم پوشه باین دیباگ مسیری که برنامه انجام میشه. این من بارکد اد کردم که من فایل بارکد رو زمینه فایل آموزشی میکنم که شما خواستید بردارید. این بارکد رو من اد کردم. خب حالا فقط ریختم تو پوشه باین. حالا این مسیر پوشه رو باید کپی کنم، پوشه باین رو بیام توی اد رفرنس، بیام تو رفرنس ادش کنم که من میتونم تو براوزر بزنم و اینو مسیر رو بدم که من قبلا این کارو کردم. اد دی اس بارکد رو بزنم، بعد اوکی میزنم که میاد توی رفرنس رو میشینه. حالا من میخوام این بارکدش استفاده کنم، میام یک باتن میذارم اسم اسمشون من میگه مهم نیست چون برای اسم گذاشتن وقت رو زیاد نمیگیریم. بارکد، خب یه باتن دیگه میذارم برای فرم دومم که میخوام بارکد چاپش کنم. میذارم فرم یا مثلا پرینت. خب من باید حالا بیام یه دونه تکست باکس بذارم که اون بارکود رو من بخونمش. لیبل میذارم پشتش تو بارکود رو توش وارد کنیم. بعد حالا من میخوام بارکد نمایش هم بدم، پس پیکچر باکس هم میذارم. حالا شروع میکنیم به کد نوشتنش. من توی باتن بارکد میخوام کد نوشتم. اول باید یه شی از رفرنس هم بسازم، یعنی اون دی اس بارکد. حالا من بی سی میزنمش مصابیه باشه نیو دی اس بارکد دات با
بارکد کنترلش، باید بارکد کنترلش من رفرنس بسازم تا بتونم از امکاناتش متدش استفاده کنم. چند تا متد مهم داره که bc.barcode مساوی باشه با، خب میگم بارکد تولید کن، کدوم بارکدو؟ تکست باکسه، 1.text. خب این بارکد رو من تولید کردم، درسته؟ حالا باید سیوش کنم، pc.save. سیو که یه استرینگ فایل میگیره، نگاه کنید یه استرینگ فایل میگیره که من مسیر سیوشو میدم، که من میگم سی دو نقطه بک اسلش مثلا 1.bmp که پس فندش حالا مهم نیست، حالا شما هر پس فندی میخواید بذارید بذارید. بعد بارکد pc داد. حالا باید برای اینکه حالا مقابل فهم باشه میخوام پرینتش هم بکنم، ولی خب این پرینته که شما الان میبینید یه عکس پرینت میکنه، من میخوام توی ریپورترم یه پرینتر قشنگتر نشون بدم، یعنی یه دونه شکل شمال خاصی بهش بدم. ولی حالا ما دستورش هم اجرا میکنیم که ببینید چی جوش کار میشه کرد که این پرینت رو میزنم و بعد حالا توی پیکچر باکس من نمایشش میدم. پیکچر باکس داد image location مساوی بشه با این مسیر، این مسیر من کپی میکنم و توی اینجا قرار میدم. خب برنامه رو اجرا میکنیم تا ببینیم به چه شکلی انجام میدم. خب برنامه اومد توی بارکد، انتر بارکد هر کدی میتونید بنویسید، مثلا من مینویسم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 میزنم. نگاه کنید اون دستور پرینت که من نوشتم اینجا پرینتر من رو فراخونی کرد و میخواد اون عکس رو پرینت کنه. اگر من حالا نفسر پی دی اف ندارم تا بتونم پی دی اف تبدیل کنم شما رو ببینید و پرینتر روی این سیستم نیست نیست که بخوام بتون نشون بدم، ولی اگه شما پی دی اف داشته باشید میتونید پی دی اف رو بزنید و اون چیزی که تولید میکنه ببینید. و من این کنسل میکنم، اینو تولید کرد. یعنی اگه شما پرینت هم می‌خواستید بگیرید همین تولید می‌کرد. خب یعنی الان شما اگه پرینت می‌گرفتید همین شکل پرینت می‌شد، یعنی عکس این پرینت می‌شد. خب حالا من این دستور پرینت رو برمی‌دارم چون من این پرینت رو نمی‌خوام استفاده کنم، کامنتش می‌کنم، شما بعدها می‌تونید ازش استفاده کنید جای مختلف. حالا شکل قشنگ‌ترش اینه که من اینو بیام توی یه فرم دیگه یا هر فرمی که دوست دارید به صورتی که توی ریپورت نشون بدم، یه گزارش. یعنی که مثلا شما یه فاکتوری دارید که مثلا نام کالاهاتون نوشته و میخواید ته اون کالا نام کالا هر گوش بارکدش بخونید و با استفاده دستگاه بارکد دیده کد کالا یا هر چیزی که برنامه شما تولید میکنه و شما میتونید اینجا دقیقا توی این خط بهش بدی و بارکدش رو تولید کنید و سیوش کنید که این سیو ایمیج اوورراید، یعنی شما میتونید هر سری که اینو اجرا کنید دوباره رو همون مسیر اوورراید می‌کنید، یعنی ارور بهتون نمیده که من نمیتونم اینو اوورایدش کنم. نکنید بارکد رو میزنم و این مسیر دقیقا رو همون اوورراید میشه، یعنی آخرین عکسی که شما ببینید نگاه کنید، من میرم تو دایو سی 1 بی ام پی نگاه کنید، اون پرینت هم که واسه بزنید همین چاپ می‌خواد و شما مسیرتون میتونید مسیر برنامه‌تون بدید تا مثلا اینو ذخیره کنه، فرقی نمی‌کنه شما کدوم مسیر می‌خواید بدید، هر مسیری میتونید اینجا قرار بدید فقط استرینگ باشه. خب من یه فرم دیگه تولید می‌کنم فرم دو. حالا من یا تو نامگذاری ها متمرکز نمیشم واسه اینکه خب بچه‌ها شما نامگذاری تو من استاندارد باشه، ولی خب من چون زمان زیادی نداریم واسه فیلم فقط رو آموزش تمرکز میکنیم. این فرم درست کردم که میخوام ریپورت من رو تو اینجا بگم. من استفاده از خود ریپورتر خود مایکروسافت که ارائه داره رو انجام میدم، ریپورت ویوره ورژن 9. خب من اینو میذارم اینجا که خود من دی ال ال رو اد کردم.
حال سفرم بزنم بگیره، مهم نیست. خب چیزی که الان هستش، من باید حالا بیام یه دونه ریپورت تولید کنم، یعنی این فقط ریپورت ویوره، خب پس فردا یه ریپورت هم داشته باشه. نیو میکنم، میام تو هر ریپورت و ریپورت انتخاب میکنم. شما یه ویزاردی هم بده که من ویزارد نمیخوام. ریپورت یک خب این ریپورت باز شد. دقت داشته باشید که این ریپورت سایزهای مختلفی داره. خب شما باید بیاید توی شد دو تا تب هم داره، بادی ریپورت، خب که به تو میگم چه فرق میکنه. اینجا یه سایز پی سایز داره، شما توی سایز مورد باید این مرجینگ ها رو باید همش صفر بذارید، چون این صفر نداره دو تا صفحه چاپ میکنه، یعنی اکثرا دو تا صفحه چاپ میکنه و ریپورت شما دقیقا صفحه دوم شاید چی نشه ولی چاپ میکنه. خب میتونید از این وایلش الان اینچه، شما میتونید از توی میتونید از توی مایکروسافت وورد اندازه یه برگ آچار روی هست اینچ ببینید و اینجا ویدیو وایلش هیدش رو انتخاب کنید تا بتونید یه دونه صفحه آچار داشته باشید، که تو تل بادی هم همینطور، یعنی هر تنظیماتی که اونجا نمی باید اینجا هم همین انجام بدید. خب حالا من تنظیمش مثلا مهم نیست و میخوام یه ایمیج بذارم وسطش که من میخوام بارکدم رو تولید کنم، که حالا میتونید مثلا یه تکس باکس بذارید بالاش مثلا مثل بارکد. که برای دیزاین کردن اینا شما میتونید توی اشتباه نکنم اینجا میتونید البته بزنم اینجا فرمت اگه باشه تول باکس ریپورت ریپورت فرمتی. خب شما میتونید اضافه کنید به تول باکساتون و مثلا اینو بیارید راست چین یا چپ چین یا وسط چین سنتر بولدش کنید یا هر چیزی که دوست داشته باشید. خب حالا بحث اصلی ما توی ایمیجمونه، توی ریپورت توی مایکروسافت ویژوال استودیو 2008 یه سری ریپورت، یعنی عکس گذاشتن توی ریپورت یه مقدار پیچیده کردتش مایکروسافت، ولی خب تو 2010 حالت بهترش کرد. شما اگه بخواید عکس برای اضافه کنید میایید توی روش کلیک میکنید و پرپرتیزش میایید و یه سورس داره که اکسترنال داره، ما با این کار داریم. اکسترنال یعنی که بیرون بخونه، امبلند یعنی که داخل بخونه. امبلند خب من اینو بذارم روی این حالت و بیان ولیوشو باز کنید که بتونید بخونیدش. میبینید چی نداره؟ این برای اینکه چیزی داشته باشه باید شما بیایید توی بادی ببخشید بخواهیم کنم میاد توی ریپورت و توی اینجا embedded image، خب اینجا باید بیاید ایمیجتون اد کنید، که من پیشنهاد میکنم که از مسیر برنامه تون اد کنید، که حالا من مسیر برنامه حالا انتخاب نمی کنم، شما میرم از پیکچر مثلا این ادش بکنم. خب این اوکی میکنم. حالا بیام تو تب بیام روش کلیک کنم و بیام توی embedded که وقتی زدم بیام حالا ولیوشو باز کنم، این که این اومد کالا اومد که من بزنم اینجا اد میشه به این شکل. کنترل زد میزنم برمیگردم عقب. خیلی کنترل زد برمیگردم. خب من میزنمش رو همون حالت اکسترنال باشه، چون من میخوام بهش پارامتر پاس بدم و مسیرش رو یه جایی که تعریف کنم. بعد میام توی باید وقتی من پارامتر میخوام بهش بدم پارامترش تعریف کنم. واسه این کار باید بیام یه سب میکنم اینجا کلیک کنید نمیاد، باید بیاید تو فضای خالی ریپورت پارامتر رو بزنید و اینجا اد کنید. من مثلا به فرض میذارم پت نامگذاری استیرینگ باشه، استیرینگ باشه، اوکی میکنم پرمیساری. حالا باید بیام اون پارامتر رو به این معرفیش کنم، یعنی به این کانکتش کنم. وقتی اینو بذارید روی اکسترنال و اینو باز کنید یه دونه اکسپشن اکسپرشن میبینید،
اینو میزنیم و میایم توی پارامتر، پارامتر پچ میاد، پچ رو میزنیم و دوباره روش کلیک میکنیم تا اینجا مساویم بیاد. دقت کنید که اینجوری باید باشه، اگه غیر از این باشه خودش زیرش خط میکشه. نکنه من دوباره یه روش کنم، نکنه خط کشید زیره، پس من اشتباه کردم، پس میام تا مساوی پاک میکنم، دوباره میزنم اوکی میکنم. خب عکس حالا یه ایمیج خاصی گرفت به خودش از اون ضرب در در، پس یعنی ما کارمون درست انجام شده. من اینو سیوش میکنم، سیو آن میکنم، اینو میبندمش. توی فرم دو آخ من کنتازه زیاد دارم و اون ریپورت ویور من حد شد، من دوباره ریپورت ویور رو میذارم اینجا، بازش میکنم روی اندازه صفحه و میام توی از این قسمت چوز ریپورت، کلیک بکنم میبینید بارکد اپلیکیشن دات ریپورت ویور ریپورت یک میبینیدش، اینو کلیک میکنم و میذارم که روی این قسمت، یعنی این با دیتا بایندینگش روی ریپورت یک باشه. بعد حالا من تو لود این تو لود فرم خب یه سری کد بنویسم تا بتونم اون پارامترش پاس بدم. قبل از هر چیزی باید من یه یوزینگ کنم، مایکروسافت دات ریپورت دات اینفو، بعد بیام اینجا باید یوزینگ کنی تا ریپورت رو بشم برای بیدوز پون. استرینگ از مسیر ایمیجمون من باید تعریف کنم، یه استرینگ به نام ایمیج مساوی باشه با نیو. دقت کنید که توی پارامتر برای ایمیج، فقط برای ایمیج استثنایی، باید یو آر آی تعریف کنید. خب یو آر آی باز میکنید و یه استرینگ بهش میدید دوباره. مسیرش حالا من میدم که سی دو نقطه همونجا که عکس ذخیره کردیم، یک بی ام پی دات بی ام پی، بعد دات ابسولوت یو آر آی. خب خط بعدی باید بیایم این ریپورت ویورمونو دات لوکال ریپورتش دات انیبل اکسترا ایمیج مساوی با ترو کنید. اگه این ترو نکنید اجرا نمیشه، بهش پاس نمیده، یعنی باید حتما این رو باز این رو ترو کنی. خب حالا باید یه پارامتر بسازیم با دستور ریپورت پارامتر، حالا اسم اون پارامتری که دوست دارید مثلا بذارید، مثلا من میذارم str سیو پارامتر مثلا. خب یعنی از پشت یه نیو بسازیم، نیو من بسخواهی میکنم ریپورت پارامتر. خب همسه باز میکنیم، باید بهش پارامترش پاس بدیم، یعنی مثلا به این که از عمر ما یه پارامتر گفتیم برام پچ و از این ور میخوام این ولیوشو بهش پاس بدیم. ولیو اینجا چیه؟ ایمیج پچ که مسیر فایلمونه، میبندینش. بعد یه
یک آرایه از ریپورت پارامتر رو ما بسازیم. RP حالا من اسمش میزنم RP مساوی باشه با نیو پارامتر. یه متغیر، یعنی یه دونه آرایه میخوام فقط کافیه. من میگم RP نوع ریپورت پارامتر باشه، خب یه آرایه باشه، چون باید حتما برای اینکه پاس بدیم آرایه بسازیم، این قاعدشه، قانونشه. بعد تو خط بعدی میایم میگیم که RP صفر. خب ما اینجا گفتیم یه دونه آرایه داشته باشه، پس خونه اولش میشه صفر مساوی باشه با str. str پارامتر یعنی دقیقا مساوی باشه با این، چون از اینجا پاس بدیم به این آرایه. بعد در آخر هم که پارامتر پاس میدیم به ریپورت ویور، ریپورت ویور داد لوکال داد سیت پارامتر RP. خب در آخر هم یه رفرش میکنیم تا چیزی که اعمال کردیم انجام میگه. فکر نمی کنم دیگه چیزی مونده باشه و پارامتر الان پاس داده میشه. خب میریم ما هم دیگه اجرا کنیم. آها البته من بعد اینجا باتم پرینت و فرمودر رو نمایش بدم که فرم دو آر دو سرش نیو فرم اجرا میرم. ایرور دارم، چه ماوس خالی میکنم. خب مثلا من میزم لین فایز میزم تا باگش تولید شه. باگش اینجا میبینم و میام توی پرینت به مثل که پرینت رو بزنید بارکود رو چاپ میشه و شما میتونید از این پی دی اف بگیرید. برای اینکه خب پی دی اف رو بگیرید مطمئن میشه که همون جوجه هم چاپ میشه و من توی دکستاپ هم حتی من پی دی اف ریدر متاسفانه سیستم نصب نیست که میتونید این پی دی اف رو نمایش بدید و ببینید همون چیزی که دقیقا این پرینتر نشه. مثل من میتونید اینو ببینید و دقیقا همون چیزی که چاپ میشه رو توی ریپورت پی دی افتون نشون میده. نکته دیگه نمونده و این DLL یه سری متدای دیگه هم داره مثل هدر تکس. هدر تکس یه سری متد دیگه هم داره مثل بک‌گراند. خب اینا رو هم به شما میسپارم تا ببینید که نحوه کار با اینا چجوریه و تا یه مقدار به چالش کشیده بشید و بتونید حالا روش های مختلفی شاید دیزاین های مختلفی ازش درست کنید. باز تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار من گذاشتید و برای دانلودش همونطور که گفتم به سایت LearnFried مراجعه کنید. خدا نگهدار.